روز 21 اسد مصادف است با روز جهانی جوانان که هر سال از این روز در سطح جهانی تجلیل به عمل می آید. جوان و دوران جوانی یکی از مهمترین ادوار زندگی یک انسان به شمار می آید. جوانان نیروی قدرتمند و ارزشمند جوامع انسانی می باشند. حق طلبی جوان، حق پذیری جوان، شایسته سالاری جوان یکی از ویژگی های جوانان جامعه اسلامی هست. به عنوان نمونه ما می توانیم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام را که از آوان جوانی با پیغمبر نازنین اسلام بودن مثال بزنیم. حضرت امیر در همه میدانهای جنگ با پیغمبر حضور داشتند، در غیر میادین جنگ با پیغمبر بودند. حق طلبی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بی‌نظیر هست در جامعه اسلامی، همینطور جوانان دیگر. یک جوان اگر بخواهد در جامعه رشد بکند و جامعه عاری از ظلم و جور و ستم باشد، جوانان اون جامعه باید اصلاح شده باشند، جوانان اون جامعه باید حق پذیر و حق طلب باشند. اگر جوانی که دنبال حق نباشد، جوانی که حق را طلب نکند، عدالت را رعایت نکند، اون جامعه جامعه سالمی نخواهد بود و کارش به جایی نخواهد رسید. جوان رکن اساسی یک جامعه هست و چون جوان باید متحد باشه و در علمی را که می آموزه در راستای پیشبرد جامعه و همچنان مطابق با اصول اسلامی پیش ببره و او را در راه های از علم خود کار بگیره که باعث پیشرفت جامعه شد و باعث پیشرفت اجتماعی شد و همچنان یک نماد خوبی برای دیگر اشخاص بوده باشه و همچنان باید رفتار یک جوان مطابق به علمی که می آموزه عیار باشه و مطابق به شریعت اسلامی باشه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. ما اگر جوانی که دنبال علم و دانش بره، یکی از موانع اصلی رسیدن به علم و دانش گاهی وقتا متاسفانه غرور هست، اما با تواضع و با فروتنی آدم میشه که زانوی شاگردی بزنه، زانوی تلمذ بزنه و به علم و یادگیری دانش بپردازه. به هر حال یکی از اخلاق پسندیده و حمیده و اخلاقی که به شدت در آیین اسلام برای ما سفارش شده تواضع و خوش اخلاقی است. خوش اخلاقی و تواضع باعث جذب دوست، رفیق و کسانی که با آنها ما بتانیم ارتباط بهتری داشته باشیم میشه. که ما در زندگی باید کوشش کنیم به عنوان یک جوان مسلمان برخورد مناسب و درخور شأن هر کسی با اونها داشته باشیم، با بزرگترها به شیوه مناسب صحبت کنیم، کلام ما شروع با نام خدا باشه و با بزرگترها به شیوه درست صحبت کنیم، زبان ما خدایی نکرده با او گناهانی که مربوط به زبان میشه آلوده نشه، از کلمات مناسب استفاده بکنیم. امیدوار هستم که تمام جوانهایی که با تمام جوانان مسلمان متخلق به همچین یک اخلاقی باشن تا ما بتانیم یک جامعه جوان مسلمان و به سوی رستگاری توسط این جوانها برویم. امروزه کشورهای جهان بوده دسته کشورهای پیر و کشورهای جوان دستبندی می شود. کشورهایی که نسبت جوانان آن نسبت به افراد سال خورده و پیر آن زیادتر هست، اصطلاحاً به این کشورها کشورهای جوان اطلاق می شود. دولت‌هایی که کشورهایشان جزو کشورهای پیر به شمار می رود، همچون کشورهای اروپایی، مردم را تشویق به زاد و ولد و حتی ارائه جوایز تشویقی به خانواده ها می کنند. اما در بسیاری از موارد، کشورهای پیر که از نیروی جوان کمتری برخوردار هستند، برای رفع این کمبود مشکل ساز اقدام به جذب جوانان مستعد و تحصیل کرده از سایر کشورهای جهان سوم می کنند که این امروزه رواج بیشتری دارد. افغانستان نیز جزء کشورهای جوان محسوب می شود، اما معضل جنگ داخلی باعث فرار مغزها و نیروهای جوان این سرزمین
به سایر کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی شده است. یک فامیل، یک کشور، یک اجتماع روی یک جوان زحمت میکشه در قسمت تحصیل از او، بعد شخص 16 سال، 18 سال یا یک مدت زمان را تحصیل میکنند، در یک انگیزه فکری، در یک ظرفیت علمی میرسه، بعد کشورهایی هست که میخوای جوان را جذب بکنه یا این شخص نمیخوای که مثلا در او اجتماع و کشوری که روی از این سرمایه گذاری کرده، فامیلی که روی از این سرمایه گذاری کرده تا این درجه تحصیلی برسه، بعد فرار میکنه، یعنی مثلا کوچ میکنه، میره در یک کشور دیگه یا یک شخص از یک کشور دیگه، یک نهاد از یک کشور دیگه جوان را جذب میکنه. این کار باعث میشه که در او اجتماعی که نمیقدر مزایا و کیفیت علمی را آموخته، بعد به مو اجتماع خود، به مو جامعه خود پشت بکنه و بعد مو اجتماع و مو جامعه روز به روز رو به ضعف میشه، یعنی انکشاف نمیکنه. ما باید کوشش بکنیم وقتی یک ظرفیت علمی را، یک تجربه را یا یک تحصیل را به دست میاریم، بعد مو اجتماعی که مو را به دست آوردیم به مو اجتماع و مصرف برسانیم. اسلام و فرامین اسلامی به جوانان اهمیت والایی داده است و در قرآن کریم الگوهای ارزشمندی برای جوانان تبیین شده است، همچون حضرت عیسی، حضرت موسی علیه السلام و اصحاب کهف و سایر الگوهایی که جوانان می توانند با تبعیت از ایشان به جایگاه والایی برسند. از آنجایی که جوان دارای استعداد سرشار و وجود با قابلیت هست و جامعه قطعا متأثر از افعال و اعمال و افکار جوانان هست، و یکی از چیزها و یکی از عناصری که میتواند جامعه را به سوی فلاح و رستگاری بکشاند تقواست که باید جوانان این اصل مهم را در زندگی خودشان رعایت بکند. چنانچه وجود هر انسان از شهوات، قوات حیوانی و قوات عقلانی و معنوی برخوردار هست و باید در جامعه قوه عقلانی و قوه معنوی غالب بر قوه شهوانی باشد تا جامعه را از انحطاط و انحراف و منجلابی که ممکن است برای جامعه رخ بدهد و این جامعه در آن قرار بگیرد نجات بدهد. و نکته ای که شایسته است یک جوان امروزی باید داشته باشد رعایت تقوا و پرهیزگاری است که میتونه جامعه را رشد بده با رعایت تقوا و پرهیزگاری. و جوان به عنوان یکی از اقشار جامعه کسی است که تاثیر بیشتری از هر نگاه در جامعه داره و کسی است که خیلی مؤثر واقع میشه. اگر جوان خدای نخواسته فاسد شود و دچار انحرافات اخلاقی شود، کل جامعه فاسد میشه و در نتیجه جامعه از بین میره. جوانی بهترین و حساسترین دوره عمر هر موجودی به ویژه انسان به حساب میآید. در همین دوره است که انسان می تواند سرنوشت خیش را رقم بزند و افق آینده خود را روشن و درخشان و یا آن را تیره و تار سازد. جوان می تواند در جامعه مفید واقع شود و مسئولیت وجدانی و انسانی خود را انجام بدهد که ملبس به لباس دانش و آگاهی و خردورزی باشد. در اهمیت دانش و آگاهی همین بس که خدای عزوجل اولین آیات را که بر قلب نازنین پیامبر گرامی اسلام رسول مبارکش نازل میکنه با دستور به خواندن و یادگیری شروع میکنه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بخوان به نام پروردگارت، پروردگاری که تو را از آب بسته آفرید، پروردگاری که بلند مرتبه هست، او کسی است که آنچه را که نمیدانستی به سبب قلم برای شما تفهیم کرد و آموختان. اهمیت علم از نظر فرهنگ قرآن عظیم شان بسیار بسیار والا و بالا هست. درست است که در قرآن کریم منات برتری و ملاک فضیلت تقوا خوانده شده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با فضیلت ترین شما متقی ترین و پرهیزگار ترین شماست. اینجا تقوا به عنوان فضیلت مطرح است، اما در کنار این فضیلت، در کنار تقوا، یک برتری و فضیلت دیگر نیز در قرآن مطرح است که بیان از آن علم و آگاهی باشد.
قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آنانی که میدانن و آنانی که نمیدانن هرگز با هم برابر نیستن، اینها در دو تا سطح متفاوت از هم قرار دارند. ما جوانان مسلمان را باید با علم و دانش مفید تربیت نموده و در جامعه تقدیم نماییم. در نخست اشاره میکنیم به آیه قرآن کریم که میفرماید قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی آیا برابرند کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ که قطعاً آنهایی که میدانند و آراسته با ظرفیت‌های علمی بلند هستند با آنهایی که نمیدانند تفاوت‌های چشمگیری دارند. و ما جوانان مسلمان را باید با قلم مفید آراسته بسازیم، علمی که هم بر خود او جوان و هم بر جامعه مفید واقع شود. همونطوری که پیامبر گرامی اسلام میفرماید خیرکم من تعلم القرآن و علمه، یعنی بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیره و به دیگر را هم یاد بده. ما میشه که هر علم دیگه ای را هم همینطور الگو گرفته از این حدیث پیامبر بزرگوار اسلام، هر علم دیگه ای را بیاریم برای جوانا در واقع این گونه مفید واقع شوه و یاد بگیره و به دیگر را هم نیز یاد بدهند. علم آگاهی یک حربه است، یک وسیله است که جوانان میتواند با استفاده از این وسیله در جامعه خدمت بکنه و نقش فعال خودش را اجرا بکنه. البته علم تنها هم کافی نیست، علمی که توأم با مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری باشه، علمی که همراه با ایمانداری و صداقت باشه، این علم علم نافع و علم سازنده و سازا خواهد بود. با این وجود قرآن کریم با طرح الگوهایی از جوانان شایسته همانند جوانان اصحاب کهف و برخی از پیامبران جوان الهی و یادآوری برخی از داستانها و نکات اخلاقی و تربیتی سیمای جوان شایسته و نقش آن را در جامعه ترسیم می کند. در کوی ما شکسته دلی می خرند بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. ای جوان مؤمن متدین، در این عالم یک هنر بیشتر نداری، اونم هنری خودفروشی. خودت را میخوای به کی بفروشی؟ زندگیت را میخوای با کی معامله کنی؟ با خدا، با پیغمبر، با اهل بیت یا با شیطان دار دستش؟ اگر با خدا و اهل بیت زندگیت معامله کردی، وظیفت این است که باید در جامعه که زندگی میکنید امر به معروف و نهی از منکر کنید. خدا میفرماید کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. میفرماید که اگر میخوای بهترین امت باشید باید امر به معروف و نهی از منکر کنید. و یکی از سفارشات لقمان حکیم به فرزند جوانش این است که ای فرزند عزیزم، نماز را برپا دار، امر به معروف و نهی از منکر کن و از مصیبت ها شکیبا باش. خب اگر واقعا یک جوان بخواد در جامعه اسلامی فعالیت کند، حرکت کند، و ما در عصر سرعت زندگی میکنیم، باید از ابزارهای سرعت استفاده کند. خب امری به معروف اخده که میکنید زبانت باید مسلط باشد. چرا؟ چون زبان انسان نماینده عقل و ترجمان دل و کلید شخصیت انسان است. خب اگر بخوایم که خلاصه در زندگیتون موفق باشی باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، حتما موفق هستید. واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی به جوانان یکی از مهمترین آموزه‌های دینی است که اسلام به آن توجه زیادی کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جوانان برای مسئولیت‌های اجتماعی استفاده می‌کرد و در جنگ‌ها و کارهای آموزشی از نظریات جوانان بهره می‌جست. هرچند بعد از مشورت خود تصمیم می گرفت. پیغمبر گرامی اسلام مهمترین کارها را در مهمترین زمانها به جوانان سپرده. نمونهش یکی مصعب ابن عمیر است که پیغمبر اولین سفیر آموزشی و قرآنی خود را در مدینه فرستاد برای تعلیم قرآن. مصعب ابن عمیر جوان پاکدل و آراسته و اشرافی بود که برای این کار فرستاد. نمونه دومی که در تاریخ اسلام به وضوح دیده میشه برگزیدن خدمت اشرف اسامه بن زید است به عنوان فرمانده لشکر اسلام در مهمترین تقابل که عبارت از تقابل با لشکر مجهز و قدرتمند رومی های آن روز بود. این نشان از اینه که سیره پیغمبر که همه و تمام الگو هست برای همه ما به وضوح
واگذاری مسئولیت ها در سیره پیغمبر وجود داره و چرا ما باید این کار را نکنیم؟ چرا باید نگران باشیم؟ جوان انگیزه کافر داره، اگر ما یک کار را واگذار بکنیم اون احساس شخصیت میکنه برای خود، احساس این میکنه که ما به یک درجه، به یک جایگاه رسیدیم که بتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم. ولی اگر این کار را نکنیم، این اعتماد به نفس در جوانان به وجود نخواهد آمد. و از آنجا که جوانان یک تینت پاک و یک روح آرام دارد، پیغمبر اکرم اسلام هر در آغاز دعوتشان از جوانان استفاده کردند و بیشترین یار و نیروی پیغمبر را جوانان تشکیل میداد و همون مرکز اعصاب اداره دستگاه پیغمبر جوانان بود. به خاطر چی؟ جوانان پذیرای سخنشان بیشتر بود و دل رؤوف و دل مهربان داشتند. از این جهت پیغمبر اهمیت بیشتری داد. خب پیغمبر که با اون مقام، با اون منزلت به جوانان اینقدر اهمیت دادهن، ائمه معصومین هم اینقدر سفارش کردهن، چه بسا لازم است که ما هم با تأثیر و با الگوگیری از پیغمبر و 14 معصوم باید به جوانان احترام قائل باشیم. آنچه از منابع اسلامی به دست می آید این است که جوانی یک دوره ارزشمند در زندگی است و سعادت و شقاوت هر کس در این دوره شکل می گیرد. و دوم آن که استفاده از نیروی جوانی و تلاش و کوشش هدفمند رمز موفقیت است. چون دوره جوانی یک دوره تلاش و پرنشاط است. اگر یک دوره پر نیرو است، اگر نتوانند از این دوره استفاده بکنند، مطمئنن که آینده خوبی نخواهند داشت برای خودشان، حتی در جامعه که نه اینکه در جامعه نقش خوبی ایفا نمیکنه، بلکه زندگی خودش هم به بیراهه میره. پیامبر معظم اسلام صلوات الله علیه و آله میفرمایند: ای ابوذر، هیچ جوانی برای خدا از دنیا و سرگرمی های دنیا روگردانی نکند و جوانیش را برای طاعت خدا پیر نکند، مگر اینکه خدا پاداش 72 دانه صدیق به او عطا بکند. این معنا را میرسانه که هر جوانی ملبس به لباس ایمان و عفت و تقوا اگر باشه، در حقیقت نه تنهایی که خودش از گرفتاری ها و منجلاب دنیایی فارغ میآید و غالب میشه، جدای از این پاداش 72 تا صدیق نظر به فرموده پیامبر معظم اسلام صلوات الله علیه و آله دریافت میکنه. صدیق یعنی راستگو، کسی که سخنش با رفتارش تصدیق بکنه، که بالاترین ویژگی شخصیتی یک جوان مسلمان میتونه باشه. روزهای جوانی لبریز از زیبایی، نشاط، احساسات، لذتهای متنوع، تفریح و آراستگی است. از سوی دیگر خداجویی و خدایابی و دینباوری از ویژگی‌های این دوران است. ما با درک این ویژگی‌ها و انرژی متراکمی که در آنها وجود دارد و با بیان صحیح باورها و ارزش‌های دینی و مذهبی می‌توانیم روح ناآرام جوان را آرامش و اطمینان بخشیده و او را به نجات و کمال برسانیم.